29 روز خرداد ماه برابر با 19 ژوئن سال 1256 خورشیدی برابر با 1877 میلادی. اولین وسیله پرنده که قادر بود بدون نیاز به باند پرواز به طور عمودی از زمین پرواز کند و فرود بیاید و یا در هوا ثابت بماند بالگرد نام گرفت، که به صورت آزمایشی برای نخستین بار به پرواز درآمد. این وسیله که توسط انریکو فورلانینی مهندس ایتالیایی ساخته شده بود در بندر اسکندریه مصر آزمایش شد. این بالگرد ابتدایی مدتی بعد توسط سیکورسکی کارشناس آمریکایی لهستانی العصر تکمیل و به نام او به ثبت رسید. سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به پیشنهاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و تصویب مجالس شورای ملی و سنای ایران، هیئتی متشکل از کارشناسان ایرانی اداره امور اجرایی شرکت ملی نفت را بر عهده گرفتند و از شرکت نفت انگلیس خلعیت کردند و باعث شدند تا کارکنان خارجی این شرکت که بیش از 4500 نفر بودند به طور دست جمعی از ایران خارج شوند. سال 1351 خورشیدی برابر با 1972 میلادی، برج شبلی از آثار دوران سلجوقی که در منطقه علیه قسمت شرقی ارتفاعات مشرف به شهر دماوند به شکل یک بنای منفرد واقع شده، به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این بنا که از سوی مردم این شهر برای یادبود ابوبکر شبلی که از طرف حاکم طبرستان به امارت دماوند منصوب شده بود و در دوران صدارتش عدالت و امنیت را گسترش داد و در بغداد دیده از جهان فروبسته برپا شده، به صورت 8 ضلعی و با ارتفاع تقریبی 10 متر، با بدنه گره‌چینی و تزئینات آجری و طاق‌های مقارن ساخته شده است. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، در گذشت علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی، نویسنده جامعه شناس و پژوهشگر اسلامی و از نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران، که در طول زندگیش بیش از 200 اثر به صورت کتاب، جزوه و مجموعه نوار سخنرانی از خود بر جای گذاشت و در میان گروه های موسوم به روشنفکران دینی طرفداران بسیار دارد. شریعتی از متفکران مسلمانی بود که نسبت به برخی از باورهای مذهبی منتقدانه برخورد می‌کرد و به طور خاص تشیع صفوی را مظهر سنت مسخ شده می‌دانست و آن را توأم با اسارت پذیری، خرافه، تقلید و جبرگرایی معرفی می‌کرد. وی همچنین معتقد بود که راه پیشرفت و ترقی ملت‌های شرقی متفاوت از راهی است که غرب پیموده است. علی شریعتی پیش از مرگش محمد رضا حکیمی را به عنوان وصی خود جهت هر گونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود.